تلاش برای برقراری صلح و رنگ دادن به گفتگوهای صلح با طالبان از مهمترین برنامه‌های حکومت در سال 2016 میلادی است. آل فرصت از این رسیده که تمرکز بیشتر رئیس جمهور افغانستان در خصوصا فصل زمستان و فراتر از او بالای موضوعات اقتصادی باشه. در پهلوی از او باز هم مذاکرات صلح افغانستان است. شورای عالی صلح به ادامه این تلاش‌ها خوشبین است و انتظار دارد که بخش بزرگی از طالبان در این سال به روند صلح بپیوندند. د آینده لپاره په یو نوی میکانیزم باندې یا په یو نوی تعهد باندې په یو نوی باب باندې په صلح لپاره خبرې کیږي. برگزاری انتخابات نیز در سال 2016 میلادی برنامه ریزی شده است، هرچند این روند با رد فرمان رئیس جمهور برای آوردن تعدیلات در قانون انتخابات از سوی مجلس با چالش‌های روبرو شده است. اینکه به این ترتیب فرمانه تقنینی رئیس جمهور افغانستان رد بکنن که او فرمانه در باره آوردن اصلاحات است، در این صورت هم مردم افغانستان حق دارن، هم جامعه بین المللی حق دارن که چنین اقدامات را صد راه اصلاحات تلقی بکنن. سال 2016 میلادی در ادامه بحران مهاجرت سال دشواری خواهد بود، چنان که سازمان ملل متحد گفته است که اگر زمینه کار در افغانستان فراهم نگردد و امنیت بهبود نیابد، فرار شهروندان افغانستان در این سال بیشتر از سال 2015 میلادی خواهد بود. نیاز بود در گام نخست در سال 2016 و یا هم 1395 در تشکیل وزارت بازنگری صورت بگیره و جاهایی که در گذشته ها احساس کردیم که ضعف وجود داشت اونجا را باید قوت ببخشیم. به می اساس 250 تن در تشکیل وزارت امور و مهاجرین افزایش آمده. در این سال نیروهای امنیتی با چالش ها و نبرد های بسیاری روبرو خواهند بود. همکنون در چندین ولایت کشور این نیروها با طالبان و داعشیان درگیر نبرد هستند. در کنار دیگر موضوع ها، رسیدگی به پرونده های بزرگ فساد مالی و پایان دادن به دادگاه های صحرایی در برابر زنان یکی از خواست های مهم شهروندان افغانستان است، چیزهایی که در سال گذشته سر و صدای بسیار ایجاد کردند و هم از حکومت می خواهند که به این مشکلات هر چه زودتر نقطه پایان بگذارد. سید طارق مجیدی، تولو نیوز.